آف از اون نکاتی که توی زبان انگلیسی به شدت مورد استفاده قرار میگیره خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی مثل همیشه من حامد طالبی هستم و توی این جلسه قرار بریم با هم دیگه راجب آف و اس مالکیت صحبت کنیم آقا بیشتر مواقع توی جمله سازی توی مکالمات زبان انگلیسی وقتی یه پادکست انگلیسی یه موسیقی انگلیسی گوش میدیم میبینیم که این آو، اومده این چیه؟ من یه نکته اول راجب تلفظش بهت بگم بعد بریم سراغ توضیحش راجب تلفظش باید بهت بگم که ما نمیایم بگیم آف آف یعنی خاموش turn آف the lamp لامپ رو خاموش کن turn آف the lamp لامپ رو خاموش کن یا turn off the TV تلویزیون رو خاموش کن من نمیگم آف میگم آو آو بین ف و و تلفظ میکنن آو آو پس نکته تلفظی همین اولش راجع به آو اینه که نمیایم بگیم آف میگیم آو آو یعنی بین ف و و تلفظ میشه این آو حالا تعریفش چیه من کی میتونم از آو استفاده کنم میدونیم که خیلی جا ازش استفاده میشه و خیلی پرکار برده تعریفش اینه با دقت گوش بده میگه وقتی چیزی یعنی یه اشیا متعلق به چیز دیگه ای باشه یعنی یه اشیای دیگه ما بینش اگه بخوایم تعریفش کنیم یا بیانش کنیم باید بیایم از آف استفاده کنیم چی شد وقتی یه چیزی یعنی یه اشیا متعلق به یه اشیای دیگه باشه یعنی یه چیز دیگه ای باشه ما باید این وسط از آف استفاده کنیم وقتی بخوایم بیانش کنیم دیگه یعنی چی این تعریف من اولین مثال منو ببین میگه The cover of the book is dirty. خب کاور چی میشه؟ یعنی جلد. دیدی میگن کاور، کاور مبل، جلد. کاور میشه جلد. اینجا با of کاری ندارم. Book کتاب is dirty کثیف هستش. حالا کاری ندارم. میاد میگه the cover of the book جلد کتاب خب این جلده متعلق به این کتاب است میخوام بگم جلد کتاب خب یه اشیا که جلد باشه به یه اشیای دیگه که کتاب باشه میخوایم بیانش کنیم میگیم آقا جلد کتاب خیلی راحت میگیم از بینشون وسطشون از آف استفاده میکنیم The cover of the book is dirty جلد کتاب کثیف هستش کثیف جلد کتاب وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه باشه یا مثال بعدی رو من رو ببین میگه the door of the room the door of the room در اتاق روم بچه همون بدروم به معنی اتاق هستش the door در of the room اتاق در اتاق تعریفش چی بود؟ میگفت وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه ای باشه یا جزی از اون باشه ما میایم از of استفاده میکنیم حالا فقط برای در و کتاب و نمیدونم صندلی و اینجور چیزا ما استفاده میکنیم نه اینجا ببین The first of June اول جون، اول ماه جون The first of June اول ماه جون خب ببین، من میگم یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم خب، اول ماه فروردین، دوم فروردین، سوم فروردین ماه تولد من It's the 19th of Bahman 19 بهمنه 19 آف بهمن. این آو رو می‌بینی چرا چون این 19 متعلق به این بهمن است دقیقا اینجا هم اومدم همین رو اجراش کردم the first of june اول ماه جون یا مثال بعدی رو ببین the end of the film the end of the film end یعنی آخر دیگه the end of the film آخر فیلم The end of the film. دیدی میگه Okay, what happened? The end of the film. آخر فیلم چه اتفاقی افتاد؟ What happened? چه اتفاقی افتاد؟ The end of the film. آخر فیلم. خب این آخره متعلق به این فیلم است دیگه. حتما نباید یه اشیا و یه شی باشه. خب ما میتونیم هر چیزی رو شی کنیم دیگه. هر چیزی رو شی نام ببریم. حتما نباید یه دونه اشیا باشه. میتونه آخر فیلم باشه. اول ماه بهمن باشه نوزده بهمن باشه من گفتم my birthday تولد من is هستش the 19 of بهمن نوزده بهمن میبینین این نوزده متعلق به این ماه بهمنه هستش یا مثلا من میگم the color of the car رنگ ماشین the color of the car رنگ ماشین و خب این رنگ متعلق به این ماشین است مثلا میگم the color of the car it's not good the color of the car it's not good رنگ ماشین خوب نیست یا مثلا یه مثال دیگه براتون بزنم بعد بریم سراغ اسم مالکیت یا مثلا من میگم uh, the color of the market رنگ ماژیکه the color of the market رنگ ماژیکه خب فکر کنم کاملا متوجه شدید پس حواستون باشه یه مرور کوچولو انجام بدم وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه ای باشه یا جزئی از اون باشه ما میایم از آف استفاده میکنیم مثل the cover of the book جلد کتاب the door of the room در اتاق the color of the car رنگ ماشین همه اینا میایم وسطش of استفاده میکنیم یه نکته راجع به تلفظش گفتم دیگه گفتم اگه ما نمیایم بگیم آف آف یعنی خاموش یعنی turn off the lamp لامپ خاموش کن آو of. of حواست به این نکته باشه حالا در کنار این آو ما یه دونه اس مالکیت داریم بچه اس جمع نیستا بهش میگن اس مالکیت یا apostrophe s اپاستروف اس یعنی چی؟ میگه آقا وقتی یه چیزی یه اشیایی یا هر چیز دیگه متعلق به یه کسی باشه یعنی یه شخص یه شخص سالس باشه وقتی چیزی یعنی یه اشیا ماشین نمیدونم هر چیزی میتونه باشه وقتی یه چیزی متعلق به یه کسی باشه یعنی یه دونه اشی یعنی یه دونه شخص یعنی یه شخصی که انسان باشه مثال منو ببین my bad uh, باید بیای بدی به اون شخص اون اسم مالکیت رو ببین my sisters car ماشین خواهر من من اومدم اس مالکیت یا اس اپوستروف اس یا همون اسم مالکیت دادم My sister's car is very beautiful ماشین خواهر من ماشین خواهر من My sister's car is very beautiful خیلی خوشگله این ماشینه متعلق به این خواهر منه دیگه من نمیتونم بیام بگم My sister of the car غلط میشه آف دیگه ما اینجا نمیاریم تعریف آف چی بود؟ میگو وقتی چیزی یه اشیا متعلق به یه چیز دیگه ای باشه یعنی یه اشیای دیگه ولی اینجا میگه وقتی چیزی متعلق به یه شخص باشه یه انسان باشه ما میایم از اس مالکیت یا همون اپاستروف اس استفاده میکنیم دقیقا هم اومده اینجا اجرایش کرده دیگه گفته my sister's car is very beautiful my sister's car ماشین خواهر من is very beautiful خیلی خوشگله یا مثال آخر رو ببین میگم we should should به منی باید دیگه we should ما باید we should care مراقبت کردن اهمیت دادن we should care about راجبه women's میبینی اپاستروف اس women's rights اینجا rights به منی حقوقه حقوق We should care about women's rights ما باید به حقوق زنان اهمیت بدیم احترام بذاریم Care به معنی اهمیت دادن We should care about women's rights ما باید به حقوق زنان احترام بذاریم بچه ها این right اگه من اثر رو بردارم یه معنی دیگه میده به معنی درسته اوکیه That's right اوکیه درسته خب پس حواست به این باشه We should care about women's rights. ما باید به حقوق زنان اهمیت بدیم، احترام بدیم. من اومدم اس مالکیت یا اپاستروف اسو به کی دادم؟ به وومنز دادم. چون دارم راجع به وومن زنان صحبت میکنم یا این بالا من اومدم اسم مالکیت رو به کی دادم به سیستر دادم چون دارم راجب سیستر صحبت میکنم حواست به این باشه پس این دوتا با همدیگه درگیرن دیگه یه جورایی چرا چون ما گفتیم وقتی چیزی متعلق به یه چیز دیگه ای باشه در صورتی که بخوام بیانش کنم میام از آف استفاده میکنم چرا چون یه اشیا متعلق به یه اشیای دیگه هستش ولی اگه بخوام راجب انسان صحبت کنم یعنی یه اشیا متعلق به یه کسی باشه میام از از اس مالکیت استفاده میکنم هر سوالی داری توی کامنت ها بپرس من حتما جوابش رو بهت میدم ساده نگذر ازش یه دونه مثال با آف بزن یه دونه مثال با اسم مالکیت بزن برای من و کامنتش کن اگه درست باشه که دست گود ولی اگه اشتباه باشه هم درستش رو بهت میگم هم کاملا توضیح میدم که چرا مثالت اشتباه بود لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره اون زنگوله بغل رو بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده و از شما تشکر میکنم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردی.